یه اماده فکر نه نه قرار شد که این اپیزود قرار شد ریلکس باشی. آها. من ترمزو میکشم دیگه، یعنی حواسم هست بهت، خیلی تون نرو. تون میریم؟ نه نه تون نرو. ببین جون، ما به هر کی گفتیم یعنی کاستوم و اینا رو درست کردیم پوشیدیم و اینا، هی نمیشناخوان ناراحت میشدم، هی میگفت شبیه جیزس شدی. کرایست؟ آره حالا ما جیزس صداش میکنیم. ولی چیز دیگه، جان لنون هتل کالیفرنیا رو یعنی بیشتر شبیه هری پاتری امشب. آره چرا؟ فکر کنم آقا از جان لنون برامون کی میگی؟ جان لنون کیه؟ جلوتر. جدی؟ آره هم سن و سالیم یعنی؟ نه فرق میکنیم با هم. 1940 به دنیا اومده. ببین تو کی به دنیا اومدی؟ من 1965 هم. تو کی؟ خب من گفتم دیگه، تو هم بگو. سلاش یو مادرفاکر سلاش. نه قرار شد نگی. آه نه نه بگم. یه چیزی میخواستی بگی پریدم بس حرفت. میخواستم که بگم که چه صحبت‌های جذابی هم نه بابا واقعا دارم. تو من هی باید حواسم بهت باشه، ترمز تو بکشم دیگه. تو خیلی چیز اومدی. ترمز خودت دست خودت باشه، به من چی کرده؟ نه باید با من به هر حال باید حواسم. ببین باشه. خیلی چیز باحالی امشب دارم. یه سلامتی نزنیم اول، چون یکی از بحث‌های من به مسی رب داره. مس به هایده رب نه. خب خیلی. آقا میخوام در مورد مسی اول با صحبت کنم. چرا ما تو الان تو پلنت در مورد مسی صحبت نکردیم؟ نه اینکه فکر کنید الان مسی ما، ولی سوال دارم از صبح سوبر بودیم. میخوام بهت بگم که یعنی چند تا سوال دارم. ما یه جمله ای داریم در مورد مسی همیشه که میگن مسی و راستی. اولا که تو اعتقاد داری به همچین چیزی، به مسی و راستی؟ آره چون حوصله نداری دروغ بگی شوری. یعنی بقیه موقع حوصله داری، فقط تو مسی حوصله نداری. بابا سوبری اون موقع مثلا طرف اومد داره صحبت میکنه، بعد تو میشینی بالا پایین میکنی الان به این چی بگم؟ مستی اینجوری که بابا بگم بره بابا بریم اشغال اونو بکنیم. من نیدی مست میشن همه مهربون میشن با هم دیگه. رفتی شاهین نجفی دشمن خار مادرم دیگه. بذار برات بزنم تو مسی. نه 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 نه. آدم ولی میخوام اینو بهت بگم که ما چرا مست میشیم؟ اول اینو بگو، یعنی مشروب میخوریم یعنی چه اتفاقی میفته؟ آها رفت. من اون علمی کاری ندارم، ولکم، اصلا با اون چیزا کاری ندارم. خب تو وقتی مست میشی چیزایی میگی که تو حالت عادی نمیگی. نمیگم. پس این میشه مستی و راستی؟ واقعا داری مستی و راستی؟ یعنی تو به مستی و راستی اعتقاد داری؟ ببین چون اون حرفه که میخواد برسه کسی کسی بود بگو. رفیقته کینگ رام. آره رفیقته دیگه کینگ رام. خیلی یه همچین پادکستی داره، درست میگم؟ مست میشه تو اون پادکست که نه آقای دولت آبادی مسته. اول چیز، اول پادکستاش میگه من توی این پادکست ها یا کمی مست یا کمی چتم. آره چقدر باحال، من هیچ وقت خوش نکردم، ولی میدونم خیلی آدم دوست داشتنیه. خیلی باحاله را باحاله پادکست خودشه دیگه. اصلا تو هم چون میدونم حال میکنی با آدم هایی که خودشونن. ببین به نظر تو چند درصد از آدم های دنیا به طور متوسط شبا مست میخوابن؟ شبا مست میخوابن؟ یعنی ببین بالاخره دیدی دیگه مثلا تو خیام راه میری، یعنی چت هم حسابه یا مثلا میخوای بگی نه نه چتو ولش کن، به چت کاری ندارم. ها چند درصد از آدم های دنیا به طور کلی به نظر تو مست میخوابن شبا؟ مثلا خب بالاخره ممکنه تو دیشب مشروب خوردی. اومدم بگم 30 درصد هم خیلی زیاده. نه گفتم خوردم. چند درصد؟ 15 درصد. 15 درصد. ببین ولی من خیلی مثلا میرم تو خیابون همین بارو مثلا راکی خودی و اینا بازه دیگه. و تو ایران هم که همه سوسکی دارن تو خونه ها کارشون میخورن. یعنی اصلا تفریح دیگه ای نیست، همین کارو انجام میدیم دیگه تو ایران. میدادیم. با هموسی 30 درصد آدمای دنیا به نظرتون؟ آره. منم فکر کنم مثلا بین 20 تا 30 میگفتم. آخه هر شب و اینا. ولی ببین خیلی باحاله. بعد یه چیز دیگه ازت سوال دارم. خیلی وقتا مخصوصا دخترها خیلی این جمله رو میگن، میگن که ما مست بودیم یادمون نیست چه اتفاقی افتاد. تو تا حالا آره خب داریم، ولی خب دخترها زیاد میگن تا حالا شده که مست باشی یادت نیاد چه اتفاقی افتاده شب قبل؟ من همین الان مستم یادم نه واقعا نشده یادت بیاد. چرا یادم نمیاد؟ ولی خب پس شده. خب همین الان شد ویدیو. همین الان شد. ببین ویدیوشو نشونم میدن. حاجی جان لنون چقدر مو میرفته تو دهنش، چقدر افتش. گرمشون بوده این اسلش اینا. خوام بیز اخباری هم بهتر. ببین چیز میکردیم چی اصلا؟ نه یادت رفته تا حالا موقعی که مستی بعد رفیقات ازت ویدیو میگیرن با حال دیگه یادت میاد؟ یعنی تو اصلا یاد، یعنی کلن اون تیکه حافظت پاک شده خاموش. بوده خاموش. میدونی اینو برای چی پرسیدم؟ خیلی از اتفاقا رو که خودت میدونی در مورد چی صحبت میکنم،
آدمو مینداز خب یعنی بعد بگم حتما نه خب نباید بگم خب یعنی ادامه بده آره دیگه یعنی اینکه مثلا یه اتفاقی ایجاد میشه شب مثلا مست شدی بعد فرداش میگی یادم نبود دیگه مثلا چی شد خب دیگه میبینیش یادت میاد دیگه نه صبح میگه... بیدار میشی خب آره ولی میگه که اصلا من نفهمیدم من اینجا چیکار میکنم کی لخته کی بچه رو چیز آخ یه چیزی بگم بگو دی مثلا اگه یادت نیاد که اون اتفاق افتاده خیلی عجیبه خب من برای همین از تو پرسیدم مگه میشه یعنی صبح بیدار میشی بعد به یارو میگی ببین چطوری بگم یه ذره توضیح میدی یعنی بعد اونم شاید یادش نبا بعد تو همچین شرایطی قرار گرفتی تو زندگی یکی کنارت بیدار شه که من یادم نیست چه اتفاقی نه. افتاده نه من قرار گرفتم نه یادم بوده بعد حس بدی بهم دست داده احساس کردم مسخره شده تو میگی یادت نباشه یادم بوده تو یادت بوده اون آدمی که پیشت بوده میگه که من یادم نیست دیگه برون میگه من چرا اینجوری ام اینجا کجا نه اینکه حالا اینجا کجاست میفهمه تو کی هستی پاشایی خب میگه آقا ببخشید جان لرونی میفهمه ولی میگه که آقا مثلا من چرا پیش جان لرون خوابیدم شب چی شده مثلا یکم باهات من این ناراحتم میکنم چرا ناراحتی آخه احساس میکنم اینجوری خب نیست خب خب اگه احساسی میشی میخوای بس بذار برای جانگه نه 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 ببین یه بحث خیلی باحالی خیلی باحال شد من بگو. عاشق اینم که اینجوری بحثا رو اینجوری فیت کنم دیگه خیلی آفرو دیدی چه جوری بحثا رو من اینجوری فیت کنم تو دیگه ببین لاو کانترکت میدونی چیه قرارداد عشقی آره. من نمیدونم چیه خیلی با ترجمه گوش کن زبان به زبان ببین نه گوش کن اگه تو خیلی معروف باشی مثلا بس کن جاستین بیبر خب این وقتی میخواد با یکی مثلا وان نایت استند بره مثلا عشق و حال کنن و اینا زن داره که نه خب حالا مثلا فرض کن یکی که زن نداره من جوری رندوم رضا گلزار خب اونم گرفت دیگه آها خب ناراحت هم بود خب. آبرش کن اصلا بابا چرا اینقدر اینجور بگم یه رضا گلزار نه 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 خب اینا با هم دیگه لاف کانترکت امضا میکنن یعنی چی؟ یعنی مثلا تو فرض کن قرار داده؟ آره یعنی مثلا طرف میگه که ببین امشب بریم با هم عشق و حال کنیم خب میشه بگی کی اینو امضا میکنن یعنی ببین من نبودم آخه پیششون ولی نه یعنی مثلا این هستش واقعا رسمه ببین نیمار این خیلی خفنه نیمار هم مجرده نه دیدی اونو اون ویدیو رو نه والا قرارداد داره یه سال پیش فکر کنم نیمار با یه دختر میره تو هتل بعد دختره فکر کنم دوربین خود هتل گرفته ویدیو رو ویدیو هست خب میره رو تخت اینجوری میفته دختره میاد روش میان خیلی دخترم هپی و باحال و اینا اصلا میدونم دوربین چرا داشته هتل نمیدونم اصلا نمیدونم خب ولی از میاره خب که دوربین داشته کون از کون آه. گفتم شاید بگه چرا مثلا کون گفتی چرا چیز دیگه نمی آدم یه جوری میاره از یه جوری چیز میشه آره حالا میاره دیگه بعد دختره میفته روش و ده چیز و اینا ده و... چیز نه نه نه, نه. شروع نمیشه شروع نمیشه یهو دختره رگش میگیره سایکو میشه جیغ و داد میکنه ادای اینو در میاره که انگار نیمار داشته بهش تجاوز میکرده بعد نیمار میگه وا کسخل چه اینجوری میکنی اینا رو گفت نیمار گفت پونتو ده فرست بعد اون دخترم چیز میکنه ولی همین ویدیوه باعث میشه مثلا چند میلیون دلار سو کنه نیمار دختره رو که ببین ویدیو... نیمار از دختر پول میخواسته آره. که تو چرا دارید این اون لاف کانترکت برای اینه که این اتفاق نیفته حالا اون که نیمار از کون آورده اون بوده اون میگه جا. امشب تو مثلا بند اول قرار داد امشب در دوره همی میگه هستی. آقا امشب احتمال سی نو سی نو, امشب... نو فون نو کمرا جا سکس آفرین یعنی میگه آقا امشب مال منی ولی به کسی نگو بذار پس یه دونه ترک نه خب ولی حالا میخواستم اینو بهت بگم به کی میخوره که لاف کانترکت میداشتید تو ایران تو ایرانیا آره ببین خب محمد رضا گلزار میتونست لاف همین چیزی که تو میگی داشته باشه آره. خب قرارداد عشقی آدمای دیگه بگم معروفا رو بگم بهت یعنی یارو خیلی نمیدونی سوالش یارو میترسه از داستان آفرین شادمهر عقیلی اه. آره لاف زیاد کانترکت فراوان شادمهر عقیلی به نظرت از نظر دخترای ایرانی چند درصد کراشه همین الان زیاد نه خب هنوزم هست آره آره خیلی دوستش دارم چرا هیچ وقت شادمهر تو لیست چیزا نیست تو لیست چیزا مثلا همه میگن گلزار نه مثلا سامی بیگی فلان همینجوری خب یکی از دلایلش این بوده که به هر حال ایشونو متأهل میدیدن چه ربطی داره حقیقت که داره خب ببین بالاخره مثلا دیوید بکام همه این عمر متأهل بوده ولی کراشت یه امته خب شادمهر هم همینه هست کراش یه امته و من یک نفر نشینم شادمهر همین الان پشت صحنه میخوای خیلی سایلنت بپرسیم کسایی که کراش شادمهر رو یه دست بزنن بیا ریدم دیدی ببین من احساس میکنم اینا یه جوری حسودی کردن به شادمهر پس من یه ترک از شادمهر براتون پسرام اگه نباید حسودی کنم به شادمهر نه
اینا میخوان ولی روشون نمیشه میگن نه. تو وقتی یه دختر خیلی از یه پسر دیگه تعریف میکنه حسودیت میشه؟ نه نه نه، من اصلا حس بدی ندارم. جدی میگی؟ اگه پسر خوب باشه حس بدی ندارم. اینجوری نیستی که بگی نه حالا اینجوری نه. هم اگه پسر خوب باشه، مثلا مثال برات بزنم، آره الان یکی میاد میگه که سام عسقری مثلا، خب میگن خب یارو خوبه دیگه، خب مثلا هی میشینن در مورد سام عسقری تو جمع صحبت میکنن، تو ناراحت میشی؟ مثلا یه ناراحت نه، حسودی میکنی؟ خب دیگه اون رفته قوله مرد آخر، خب خوبه دیگه آقا، یارو یارو فکن چیه بهتر دفع یارو دفع یه لحظه انگلیسی اومد، یارو فکن یارو فکر کن که داره راجع به یه آدم نزدیک به تو صحبت میکنه، یعنی مثلا رفیقاته. نه حالا آره دیگه، رفیقت هم نی، یه آشنای فلانیه، با دختر نشستی، بعد تو کار دختر هم هستی، میگه نه باور کن اگر پسر خوب باشه من حس بدی ندارم، ولی اگه پسر خوب نباشه واقعا چیزی نمیگم، پسر خوب کیه؟ حس میخورم دیگه، اون پسر بدی نکن. پسر خوب کیه؟ پسر بد؟ پسر خوب از نظر تویی که پسری کیه؟ ایرانی؟ آره. نه دیتیل بگو، صحبت کنیم راجبش. آخه من دختر نیستم اینو بگم، یعنی دختر نظر... رو باید بگن اینو اه. آره دیگه، ولی من فکر میکنم مهمه. 100% مهمه، چه حرفیه. پسر خوب از دید دخترهای امروزی یه پسریه که خیلی هیکل زیاد ورزشکاری نشته باشه که زیادی سفت باشه، دوست دارن یه جاهای نرمی هم دست بزنن. این برعکس مگه نی برای پسر خوب؟ اینو شنیدم. آها اونو که آره نرم دوست دارم. حالا نه اونقدر نرم دیگه، بعد صفر باشه، آره بعد پول داشته باشه، اشکالی نداره، یعنی همشون میگن اولویت نیست ولی هست، ولی باید پول داشته باشه. خب شد آره دیگه، نتو داره هایدا به یارو بده که آره دیگه. خب پول داشته باشه به میزان کافی، آدمی باشه که به هر حال سر زبونا باشه، خیلی سکسیه برای، یعنی یه ذره معروف هم باشه، مثل مثلا جان لنون. آره بعد یه مقداری خب بالاخره حتی پشت صحنه یکی مومپجه، یکی دلش خواست، یکی جان. آقا تو پسر خوبه به کی میگی؟ پسر بدی بزن بزن نکن. پسر خوبه به کی میگم؟ ببین دخترها پسر بدبوی دوست دارن. آفرین، یعنی پس پسر خوب دوست ندارن. ببین نه الکی دیسلایک نکن، شهر نه 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 نه. بابا میخوام لایک کنم، پشت دیسلایک کرد. نه بابا دارید پس... نه بد بوی. آقا فیلم میاد، خب نقش منفیه بیشترین کراشو میزنن روش، اصلا شک نکن. همون یارو بتمن آدم به این خوبی داره همه رو نجات میده، میگن بابا این مثلا همون 50 سایه خاکستری قتل عام میکنه، میگن این آدم جالبی، 50 سایه خاکستری 50 شیدز اف گری. آفرین آدم بله. به این بدی بعدم نه خیلی بد بود، هی میبرد میگفت ببندمت به اینجا، بعد میگفتن خیلی سکسیه، هم دوست داشتن. اون خوبه میگه ما نفهمیدیم اون پس میگه آره. آقا خب پس بد بود خب که درست شد دیگه. خب اینو بچه رو میگن نه مهر تایید حرفم خورد، قبول داری؟ درسته درسته. خب چرا خب بعد بد گرلم برای پسر اینجوریه؟ 100% قبول کن که خوبه. آره ببین درسته، ممکن از یه دختر پیوره خیلی مثلا دانشجوی دندون پزشکی مثلا در ریزر خوشت بیاد، خب نصف دختران دانشجوی دندون پزشکی الان میان سمبول متاسفانه. خب آره اینجوریه، من کاری ندارم، دانشجوی مامایی، بعد دانشجو بابایی و... چرا ما چرا بابایی نداریم؟ چرا پس اینجوریه؟ پس اگه فلان ما بابایی نداریم این داست آل بگو داشتی میگفتی چرا رشته بابایی نداریم؟ بیا آتی بابایی آتی آقا... این درسشو خونده بذار خون. ببین بچه های پشت صحنه ناکن نزن، بذار بگم آماده بودم. ببین همین که گفتی جالبه، یه کامنت اومده بود تو برنامه قبلی که گفتیم یه راننده اتوبوس اگه خانم باشه چه چیزه و اینا، نوشته مثلا شما میپسندی که یه آقا مربی مهد کودک بچت باشه؟ بابا این که زیاده دیگه، این چه خب. نمیپسندی؟ آره نه این احتمالا فیلم هانتو دیدی؟ نه آقای آقاییه که مربی، حالا کاری کاره بدی میکنه؟ آره ولی میخوام بهت بگم آقا این قبول داری اگر اینو برعکس یکی راجع به یه خانم میگفت رندش میکردن؟ بله بله. خب آه. ببین الان اونوری افتاده اینوری نیفتاده. آره دیگه الان اصلا رشته مامایی وقتی میگی، وقتی میگی رشته بابایی همه ناراحت میشن. آقا رشته بابایی هم باید میداشتی. آره نه کن دیگه، قشنگ شد دیگه. خب ببین من میخوام در مورد یه مسئله دیگه باهات صحبت کنم. به 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 میخوام در مورد چقدر همه چی به هم مرتبطه. خیلی با خیلی خالیه عکس تو میری چه جوری به هم همه چی ربط داره چی بعد دیگه. میخوام در مورد آدمهای شکاک تو رابطه صحبت کنم. خیلی حال میده. سوالم اینه که اول اینکه تو خودت آدم شکاکی میدونی تو رابطه یا نه؟ به طور کلی مثلا از 10 درصد
سطح بعضی موقعا میفهمی دیگه اینجوری که با بگو دیگه از یعنی تو آدم شکاکی هست نه نیستم. نیستی گوشی چک کردن پارتنرت کار درستی است یا نه؟ نه چرا نه؟ و بابا پرایوسی یاروه دیگه، شاید مثلا چه میدونم اصلا من میگم فرض کن داره با باباش چت میکنه یا یه چیز خونوادگی اونجا میاد، تو نباید بفهمی دیگه. داشتن پسورد نه گوشی، اول از گوشی شروع کن. برای از اینستاگرام و اینا میخوای بری؟ آره میخوام برم دیگه. خب گوشی درسته، اشکال داره گوشی تو بدونه؟ اگه یارو خودش داره به پسورد میده دیگه، نیکی و پرسش خب میگیری دیگه، ولی داره نمیده اینستاگرام پسورد اینستاگرام خودش بهت داره میده؟ نه خودش چرا باید بگه بیا پسورد اینستاگرام؟ مثلا خیلی آدم مثلا دیگه خیلی اینجوری تو میگی آقا عزیزم مثلا مهربون داری اینو میگی مثلا من میخوام یه دونه بعضی وقتا مثلا استوری بذارم با پیجت. نه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ تو نمیدی؟ نه. خب پیج یارو اصلا من چرا باید توش استوری بذارم؟ خب حالا من یه سوالی دارم. یه دختره رو خیلی دوست داری خب و عاشق اینم که با پیجش استوری بذارم. آره و میخوام ببینم که چقدر باید این دوست دختره رو دوست داشته باشی که آدم شکاکی باشه و تو تحملش کنی، یعنی این کارا رو میخوام. نه تحمل نمیکنی اصلا. ترناف ترینه. من سر همین قضیه یه بار چیز شدم دیگه. واقعا داری آره. میگی؟ انقدر گیر داد. یارو اومده بود زیر مثلا عکس من مثلا یه دونه مثلا از اینا زده بود. 8 ساعت داشتم توضیح میدادم. ها؟ چی زده بود؟ از اینا. آها از اینا. اینا فهمیدم فهمیدشون فرق. خب ولی از اینا زبا گفتم که من هیچی هم نگفتم. آها. گفت این کیه؟ گفتم من چه میدونم. یه رابطه ای داشتی جالب... که اینو گفت و تو به خاطر این کار نه حالا به خاطر این، ولی اینجوری بودم وقتی این داره به این گیر میده فردا به اونم گیر میده. من اصلا یه تزی دارم. چی؟ میگم چرا خودتو آزار میدی؟ اگه بخوای بری گوش، من هیچ وقت گوشی دوست دخترمو چک نمیکنم. اینو همینجا میگم، اگه دوست دختری از من هست که من گوشی شد کامنت بذاره و بلاکش کنه. بیاد. ولی نه واقعا من گوشی رو چک نمی کنم. تزم متفاوته. کار تخمیه زندگی اصلا به علاوه این که کار تخمیه، تو اگر مغزت دنبال پیدا کردن چیزی باشه پیدا می کنی. آفرین تمام شد. باری کلا این خدایی یه دونه بزن یه نه یه ریز خوبه خیلی خوب. آها ببین یه چیزی بود، من هفته گذشته نه 4 روز پیش رفتم کنسرت. واو. خب یه اتفاقی افتاد تو کنسرت، دوستان راجع به اون اتفاق حرف بزنم، خیلی هم شلوغ شده. چی شده؟ فهمیدم میدونم چی میخوای بگی. باحال بود، منم اش نگاه میکردم استوری یه دختریه خب گندم به اسم گندم که 021G لندن زندگی می 021G 021 گرم همیشه گرل باشه هم گندم باشه و اینا. حالا کاری نداره. گرم نداشت. این اومد یهو گفت به مولا من اگر مثلا تو اونجا بودی اینو آره بود. آره اومد گفت من اگر بگم تو نمیدونم انگلیس دارم چیکار میکنم تو لندن، اگه نصفتون بتونین کارهایی که من میکنم و بکنین، اصلا من اینجا نمیدونم یهو در میارم لخ را میرم و فلان و اینا. بعد من دوتا کلت جاساس کردم تو آشپزخونم. گفت هیچ دلیلی نداشت اینو بگه خدا. یعنی مثلا یهو وسط کنسرت اینو گفت. نه یهو مثلا آهنگه تموم شد یهو اینجوری کرد. راستی خب این تو فکرش این بوده. رفت تو حلقم. تو فکرش بوده. تو فکرش بود. آره این یعنی میخواسته بگه از قبل اینو. آره. بعد جای احساس کرده. آره بوده. آره خب خب اصلا چی یعنی چی نمیفهم. خب چرا باید بگی؟ بعد ریاکت های مردم چه خیلی زیاد بود. مثلا دونه دونه یه سری اومدن گفتن خب بگه اشکایی نره، اولین دختره که اومده پس هر کاری دوست داره بکنه. درسته. یکی گفت نه خب یعنی چی اگه اینجوریه که پس گفت من دو تا تفنگ تو آشپزخونم دارم. آره دیروز خب میدونی یه تفنگو من میذارم تو آشپزخونه جاساس کردی. مثلا کاشه سوم از بالا سمت چپو در میاری یه دونه AK-47 تو لندن باشه میره خب آشپزخونش دیگه. آره دیگه. آره پس واسه ترک از گندم. نه 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 یه لحظه وایسا، میخواستم اینو بهت بگم. یکی نوشته بودش که میدونستین که آیا میدونستین که اصلا گنگای ایرانی دارن محسن لرستانی گوش میدن؟ اصلا رپ مجید خراتا گوش میدن. آره یعنی اصلا اونجوری مجید خراتا. نه نه بزنم. نظر خاصی نداری راجع به کنسرته؟ ببین راجع به کنسرته که کلا نباید نظر خاصی بدم، ولی چرا بده دیگه بزنم این خیلی بد میشه. پس بس پیک بزنم که مثلا نمیفهمم دارم چی میگم. بیا من مثلا بیا دیگه بعد بگی. ببین من کنسرت رو نمیپذیرم. دیس ما رو دادی ها؟ نه به خدا دیس تو رو ندادم. من حال توضیح میدم از تو تعجب کردم ولی دیس تو رو ندادم. خیلی قضیه پیچیده است حقیقتا. تو من خودت میگم تو خودت میدونی. مثلا نمیخواستم تو این پلنه در مورد این صحبت کنم، ولی چون رفتی توش مستی و راستی اول برنامه گفتم الان ادامه میدم. خب خب مستی و راستی میخوام بهت بگم که واقعیتش ایزه بده اول زولفامو درست کنم. رستوران زولفا اسپانسر این قسمت. میخواستم به
از این به بعد هر چی بگه فاقد اهمیت. ولی نه بگو، نه بگو. من نمیدونستم این کنسرت برقراره. چقدر سخته اینا رو بگم. بگو. اوکی. به خاطر اینکه دو تا از بچه‌هایی که تو اون کنسرت هستن دوستاتن، همشون که خب به هر حال با ما در ارتباط بودن، آره. رفیقامون بودن، یه سریشون شاید الان دیگه رفیق من نیستن، آدمایی هستن که من میشناسمشون، اونا هم منو میشناسن، تو هم میدونی من چی میگم. دو نفر از آدمایی که تو این کنسرت بودن که من خیلی هم دوستشون دارم، سیاوش و بهزاد، تو این کنسرت بودن. من با سیاوش بارها سر اتفاقات ایران صحبت کردم، نظر سیاوش رو میدونم، میدونم سیاوش دیدگاهش نسبت به این قضیه چیه، و آدمایی هم که سیاوش رو میشناسن دیدن استوریش رو میدونن فازش چیه، و بهزاد هم همینطور. حالا بهزاد یه جایی اتفاقی براش افتاد که خودت هم یادته، و تو هم جز آدمایی بودی که ناراحت بودی نسبت به این قضیه. مثلا باش حرف زدم مستقیم، خودت هم حرف زدی باش، مثلا به این چیزا کاری ندارم، به خاطر اینکه من دو تا آدمو دوست دارم. باز حاشیه درست نشه، من دارم میگم این دو تا آدمو من دوست دارم، به بقیه آدمای اون کنسرت اصلا کاری ندارم. من میخواستم تو این برنامه در مورد فراموشکاری مردم ایران صحبت کنم، ولی تصمیم گرفته بودم این کارو نکنم. نه به خاطر اینکه تو اون کنسرت بودی، میدونم. نه بابا بگو اصلا قرارت راست. من به یکی دو تا دوستام که خودشون میدونن تو اون کنسرت بودن و زمان اتفاقای ایران خیلی هارش نسبت به این قضیه استوری میذاشتن که فلان ما دیگه اصلا فلانی ما نمیپذیریم، مثلا فلان بیسار بهمان، تو هم اون کنسرت بودن اونجا. آره. من نتونستم جلو خودمو بگیرم و مسیج زدم به اون دوستام. آره. گفتم نمیخوام پشت سرتون حرف بزنم، تو روتون میخوام بگم داستان چیه. تو این استوریا رو میذاشتی ولی تو اون شب تو اون کنسرت بودی، چه اتفاقی افتاده؟ تو همیشه حرف از فراموشکاری میزدی، تو این چه اتفاقی افتاده تو اونجا بودی؟ خیلی منطقی جوابمو دادن و کاملا پذیرفتن، گفتن که ما اشتباه کردیم، هر چی تو بگی حق داری، فلان ما مثلا مهمون داشتیم رفتیم فلان اینا. اصلا من کاری نیستم، تو همون وایس هم به دوستم گفتم. نقدت درسته. تو همون وایس به دوستم گفتم، گفتم تو میتونی اصلا بگی اصلا به تو ربطی نداره، خفه شو. خب اینو حقو داره که اینو به من بگه. خب ولی من دلم میشکنه. خب نه به خاطر اینکه رفتن، ببین دو تا از اون آدما رفیقای منن تو اون کنسرت، ولی میگه آقا تو حرف خودتو نقض کردی، تو خودتو نقض کردی، تو آدمی بودی که تو اگه استوری نمیذاشتی میرفتی من هیچ مشکلی نداشتم با این قضیه. آره. خب تو این استوریو گذاشتی رفت، به خدا نمیخواستم این حرفا رو بزنم، تو خودت گفتی الان. نه حالا باز من ساید خودم بهت بگم، من دو تا از دوستای نزدیکم پیمان و دانیال اولین کنسرتشون بود. اصلا پیمانو میدونی من چقدر دانیال رو دوست دارم؟ پیمانو میدونم، میخوام ولی میخوام اینو بهت بگم، واقعا اگر پیمان و دانیال اونجا نبودن، من خودم به شخصه به احتمال خیلی زیاد نزدیک 100% نمیرفتم. خب چون اولین کنسرت دوستا قبلا بوده، مثلا بیان اجرای اوپنر یکی باشن یا بیان یه دونه. آره من خودم بودم مثلا تو اون اجرا. خب ولی اینکه یه کنسرتی باشه و تا 3 روز قبل فلایرش جدا جدا اومد، یعنی زده بود ددان، بعد گندم، بعد بچهای مثلا سیجل و جی جی و اینا، خب اینا جدا جدا اومد، بعد تو باید مثل پازل میچیدی میفهمیدی که او اینا همه با هم تو یه شبن. حالا من اینا رو نمیخوام بگم، میخوام بگم وقتی من مثلا شب قبلش با دانیال بودم، فرداش بودم، مثلا فردا شب دوباره با دانیالم، خب وقتی دوست نزدیک من یه کنسرتی داره، من دوست دارم اونو ببینم، ولی وقتی خب یه اکیپ خیلی زیادی ان اونجان، ناخودآگاه دیگه این با اونم اصلا منطبع... بابا دانیال که من 2 هفته پیش با دانیال صحبت کردم، قبل اینکه بیاد گفت داریم با سیاوش میایم، گفت بیا پروژه‌ای مثلا با هم انجام بدیم فلان. من خیلی دانیال دوست دارم، پیمان دوست دارم، پیمان بسیار بچه مؤدبیه، من خیلی حال میکنم باش، به سوپر استعداد و آرتیستای درجه یک. آره. این دو نفر، خب من اصلا کارم با اینا نیست، من میدونی من حرفم با مردمیه. آره. که این صحبت رو میکردن، من خودم هم اینو فاز چیز نگفتم، یعنی من خودم هم خیلی نقد، حتی خودم دایرکت گرفتم، مسیج گرفتم فلان و اینا، همچنانم یعنی اوکی ام با اینکه اگر نقدی بخواد بشه تا یه حدودی نمیدونم. گرفتی رو... چیزی بهت گفتم؟ آره روک بخوام بهت بگم نمیدون، یعنی واقعا نمیدونم، یعنی اینجوری نیستم الان بیام سفت آخه ما اگه یادت باشه بگم من فلان پا... فلان فلان، من میدونی در مورد پاشا چی فکر کردم، بذار بهت بگم. بگو بگو. ما یه هفته پیش تو ماشین داشتیم با تو در مورد این قضیه صحبت می‌کردیم، من حداقل نمیدونستم که همچین کنسرتی برقرار. آره. داشتیم صحبت میکردیم، من بارها شده اینو صحبت کردیم، گفتیم پاشا میدونی به نظر تو مردم فراموشکارن، تو میگفتی که فعلا همیشه در مورد این صحبت کردیم. آره. و در مورد کنسرت هم صحبت. آره. کردیم. من خودم وقتی استوری تو رو دیدم تعجب کردم، منتظر بودم که بهت بگم، امروز نشد که بهت بگم قبل برنامه. خب باله دیگه اینجا الان من مثلا منم که چه پسر پیغمبر نیستم که خب نه نزن، میخواستم یه ددون بزنم. نه نه الان نزن، ولی آره دیگه، حالا شاید واقعا شاید راست میگین همتون، یعنی هر کی داره انتقاد میکنه واقعا شاید درست میگه. من تعجب کردم فقط. نه من شمشیرم پایینه. من ببین من ایستاد بگم ته این بحثو ببندمش. آره ببند. ماها انقدر بهمون بدی کردن که هممون به جونم افتادیم. آفرین. آقا من دوست نداشتم هیچ روزی
تو ذهنم علیرضا جی جی آدمی باشه که میخوام یه روزی تو برنامه در موردش حرفا رو بزنم. سپهر همینطور، بقیه بچه ما با اینا مصاحبه کردیم، با اینا برنامه ساختیم، با اینا بالاخره صحبت کردیم، میدونیم که ته قضیه اینا هم فکر ما هستن قطعا، غیر از این نیست. چی کار با ما کردن که بعد ما حتی الان تو این برنامه هم بشیم در مورد این صحبت کنیم؟ من یه چیزی بگم اینجا راجع به برنامه قبلی، چون یکی گفته بود که شما چرا راحت حرفتون رو نمیزنین، اگه نمیخواین حرف بزنین پس نزنین، نمیدونم فلان و اینا، راجع به قضیه شروین. نه من خودم گفتم، نمیدونم چی جوری باید بگم، حتما نباید به طرف فوش بدی که آخه. خب یعنی میگم آقا من خودم چرا با فوش بدی؟ آره آقا اصلا من دارم نظرمو میگم. حالا یه نفر دوست داره این برنامه رو داره میبینه، حتما ببینه تو افتادی به جون یکی داری فوش خوار مادر بهش میدی. نه آقا نیاز نیست فوش بدی. من خودم به عنوان یه آدم، به عنوان مخاطب که داره موزیک مثلا روز ایرانو گوش میده، من خودم با اون تیکه حال نکردم، اصلا با اون موزیک سپهر خلسه حقداری حال نکنی، به شروین پریده حال نکردم، ولی در همین حد میام حرفمو میزنم. حالا بیام بگم مرگ بر کسی که آه نه، من میگم آقا نظرم رو دارم میگم حال نکردم دیگه. ولی من اصلا کلا ناراحتم که چرا با ما کاری کردن که ما باید دوستای خوبمون رو به خاطر این داستان از دست بدیم، در حالی که ما میدونیم هممون واقعیتش توی تیمیم، ولی تو همین تیم هم پخش و پلا شدیم. خب این من ناراحت میکنه. من به همین مناسبت یه ترک هست. نه نمیزنم. موضوع داری؟ آره دیگه، بگو اشغال کنی. فکر کن نداشت. بله خوب بود، حال کردم راجع به این حرف زدیم. آره من فکر نمیکنم حرف بزنیم. خب پس بازو من یه ذره دیگه اینو. خب حالا ببین، من میخوام راجع به اول یه چیز کوتاه بگم، بعد سری برم یه بلند. ای بابا میخوام بلند رو اول نمیگی؟ خب اول کوتاه بعد بلند میشه. موضوع ها رو میگم. بفرمایید. عجیب ترین عادت هایی که شاید تو در مورد این برنامه ساختی، من نمیدونم ساختی. عجیب ترین عادتی که تو زندگی چنین، من دیشب یه چیزی شنیدم، یه نفر حرام ریخت. آها از یه کس دیگه یه. آره یه بعد دو نفر آدم بی ربط روبروی هم بودن که جفتشون این تجربه رو داشتن با یکی از رفیقاشون، که من گفتم مگه میشه؟ به سکس مربوطه؟ نه ای بابا نه، بس دوست سکسی دوست داری؟ نه همینجوری گفتم احساس کردم اونوری میخوای بری. آخه مال من بسه. یه سکس ساندویچ نزنی؟ نزن. خب بزن زارم. ببین منو دیشب نشسته بودم صحبت همین چیزا شد، یکی از دوستامون تو جمع گفتش که من یه دوست پسری قدیم داشتم که این یه عادت عجیبی داشته. بعد اون دو نفر دوست دیگه هم تایید کردن، گفتم اون که دوستامون اینجوری، من اصلا باور فکرم دارن شوخی میکنن با چی؟ من میگفتن این آقا یا خانم فرقی نمیکنه، خب. دو طرف است، با صدای سشوار یا فن دستشویی میخوابیده. اینو شنیده بودی؟ نه. ببین من پشم فکرم دارم منو اذیت میکنه آدمو، اصلا من نمیتونم. طرف دوست پسرش باید سشوار روشن میکرده که شب خوابش ببره، من با اون صدا بیدار میشم فوشش هم میدم یارو رو. بعد برای اینکه اولاش طبیعی بکنه این قضیه رو، سشوار رو میبرده زیر پتو، میگفته میخوام پاهاتو گرم کنم. میخواست پایین گرم باشه. خب پایین که خودش گرم میشه، حالا با سشوار. آره راست میگه. آره. بعد میگفته من میخواستم میخندن. نه راست میگن اینا، هم همه راست میگیم. برو. بعد میگفت که با سش، من گفتم مگه میشه با صدای سشوار بخوام؟ ببینم اون دو طرفم یه رفیق خوابیدن دارن که اون آدم مثل که دائم الخمره، خب حالا کاری نداریم، و این آدم با صدای سشوار میخوابه. میگفت نمیدونی تا حالا چند تا سشوار سوزونده؟ بابا مگه میشه توی بری سشوار بخری شب روشن کنی؟ چند تا پا سوزونده؟ یعنی پاهام میسوزونده؟ نه نه نه، اون زیر پتو نبوده کارش، اون تنها بوده، اون روشن میکرده شب میخوابیده، مثلا 10 دقیقه بعد سشوار سوخته بوده ولی خوابش برده بوده. بابا مگه تو همچین چیز شنیده بودی؟ چقدر فتیشش اذیت کننده. بعد پرسیدم دلیلش چیه، گفتن این آدما احساس میکنن یه نویز اضافی توی محیط باید باشه، باعث میشه که صداهایی که توهم دارن رو نمیشنون. خب چرا مثلا یه صدای بهتر تو یوتیوب سرچ میکنه اونو گوش بگوز حتی اقل. آره. خودت خب خیلی قشنگتره، خیلی بهتره. پس من یه ترک هست محسنه اینجا گفتم نزن کات، چون بغلی داره بغلیه رو میخوره، باید برم دستشوی. ببین من تو اون ویدیوهایی که درست کرده بودم دو تا چیز عجیب شنیدم. یکی این بود که میگم مثلا وسط کار دوستش غذا بخوره. بابا ولم کن. بعد میگفت مثلا یعنی به غذا رو از قبل کنار میذاشته آماده، یا میذاشته یه گوشه. بعد نمیدونم یعنی واقعا نمیتونم بهش فکر کنم. در حین انجام کار یا متوقف میکرده؟ خیلی وارد ریزه مسائل نشدیم، ولی احساس میکنم که مثلا یه لحظه میگفته شما یه ذره آروم باش من چیز کنم، بعد برمیگشته دوباره به با این حس لذت میبرده. هم سیر آخه میدونی چرا؟ هم سیر میشده هم سیر میکرده. پس به زمان یه ترک هست. نه 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 زنی دقیقه. ببین این بحثش همینه، چون میگن که از یه از بزرگترین لذت های زندگی
اینه که تو سیرشی. خب یکیش اینه دیگه، تو وقتی غذا میخوری چقدر حال میده، وقتی سکس هم میکنی چقدر حال میده. اون دوست داشته دوتا رو با هم دیگه بره تو هم، یعنی میگفته هاداگو بده هاداگو بدم هاداگو بدم. خب بعد حالا این یکی بود، یکی نبود، همه خوششون اومد. ببین یکی دیگه میگفتش که آها این خاطره که دوستامه، اینو 80 بار تعریف کردم ولی چون تو نشی بهت میگم اشغال کنی سری بهت میگم آقا سلطان خاطر تکراری. آقا این با یکی دیت میکنه، میرن شب با هم دیگه مثلا میخوابن و اینا، صبح بیدار میشه، بعد مثلا میرن بیرون غذا بخورن، صبحونه بخورن، برمیگرده به یارو میگه که چیز مثلا چطور بودم و اینا. اصلا چرا با اینو بپرسی؟ کاری نداریم، اگه خوب بودی من خودش حرف میزنه دیگه. بعد حالا کاری نداریم، این مثلا میگه خوب بودی و اینا، عالی بودی، ولی ببین این یه... کون مالکیه. نه اونا رو گفتن فهمیدن معامله انجام شده. نه این مثلا ادامه میده و اینا، میگه که ببین خوب بودی ها، ولی چیزی بهت بگم که یه چیزی نه. بعد میگه خب نه چی؟ میگه ببین همه چیز عالی بود، همه چیز خیلی باحال بود و اینا، ولی آخه چجوری بگم؟ میگه بابا راحت باش بگو دیگه، من تو این حرفا رو با هم نداریم دیگه، مثلا چیز شده و اینا. چرا جان لنون باید این چیزا رو دیدی آقا یه چیزی وسطش خب بگم. چرا بعضیا میگن چرا آقا خاموش کن من خجالت میکشم؟ آها خب خیلی دلایل مختلف. خب پس اینو نگردون، ادامه خاطره رو بهت بگم بعد دوباره بگم. پس چرا رو خاموش کنید؟ بعد میگفت بهش که ببین من عادت دارم باید حتما چیز کنم، ادرار کنم روت. اینو شنیده بودم زیاد. بعد میگفت یعنی چی؟ بعد درو وا کرد و انداخت بیرون، گفته بود مثلا اینجوری نیست. پسر اینو گفته بود، دقیقه پیاده شد تا ادرار پسر اینو گفته بود بعد آره به دختره، دختر گفته بود پیاده شد تا ادرار. بعد آره بعد مثلا پسر یه سوال ازش، آقا این سوال پرسیده بود در حد وصیت که مثلا خب کسی بوده که با این قضیه اوکی باشه؟ میگه آره مثلا آره. اکس هم میگفت رو من بری من روم نمیشد. واقعا داری میگی؟ به خدا نمیدونم چرا. حالا راجب اون قضیه چراغه میخوای صحبت کنی؟ چرا آره. اینجوریه؟ خب ببین چراغو خیلی ها چند تا دلیل داره. یه سری آدما مثلا چه میدونم از بدن خودشون راضی نیستن، فیزیک خودشون رو دوست ندارن. برای شیمی چراغ خاموش باید ببند آره. بعد فسونه. آره. چراغ خاموش میکنن که فیزیکشون دیده نشه، حسابانشون دیده بشه. خیلی خوب. بعد یه سری آدمای دیگه واقعا نور کمو انتخاب میکنن. من خودم جز اون آدمام. خیلی دوست ندارم حالا نور زیاد باشه مثلا واسه اذیت میشی مثلا یه ملوتره دیگه. راست میگی. من که البته تا حالا تجربه نداشتم تو این قضیه. نه منم در حد حرف شنیدم اینا رو. پس من یه ترک سکس آن دی بیچ. نه الان نزن بذار آخرش. خب بگم یا میگی؟ بگو. ببین ما هفته پیش قول دادیم کامیس به ناراحت میشن دستمون به نذاشتی رو میز. بذارم رو میز الان؟ نذار دیگه، نذاشتی. باید چیزی بذارم رو میز؟ آره. کی بذارم رو میز؟ دیگه باید میذاشتی اولش. تایتانیکو نذاشتی رو میز. قول. آره. راست میگی. بریم فردا بیاین. چقدر عجیب بود برنامه کنسل. نه بذار بهت بگم. بذار پس یه ذره پس راجبش صحبت کنیم. بذار یه دونه برات اوانسنس. نه اوانسنس رو بعدان. راجب تایتانیک میخوای ذره صحبت کنیم؟ چون قول دادیم در حد مثلا یه جمله که بیننده بریم. من خیلی چیز جالبی در موردش میدونم. آقا تایتانیک من یه چیزی راجبش فهمیدم، توی جمعی بودیم میگفتن که ببین خانواده روتشایلد رو میشناسی دیگه، میگن تو اون حالا اون هرمه و اون چیزا که مثلا بله. معروف ترین و پولدارترین آدمای دنیا، موقعی که تایتانیک غرق میشه تا روز قبلش روتشایلد دوم بوده، یه محمد آقای اول بوده. بله. که اون محمد آقا با کل فک و فامیل و تیر و طایفش توی تایتانیک بوده با خیلی از طلا ملاهاشون و اینا. ملا خب این ملاها و طلاها و سیستمشون با هم با این کشتی غرق میشه و فردای اون روز روتشایلد میاد اول میشه و یه کانسپیرسی تئوری یا همون تئوری توتهی وجود داره که این زیر سر اوناست. زیاد چنل مدگل میری جمعا. نه جدی نه اون نمیگه اتفاقا، ولی تو میگی اینجوری نمیتونه باشه. نه چرا میتونه باشه، ولی حالا دلیل غرق شدن تایتانیک این نبوده یکم طلا توش زیاد بوده. حالا در مورد تایتانیک میدونی که اولا که میدونی که طراح تایتانیک توش مرده، کسی که طراحیش کرده بوده تو اون کشتی بوده و مرده. ای بابا. آره پس پایس. خدا رحمت کنه. یه ترک براتون میزنم. نه الان نزن دیگه آخرش. خب تایتانیک از 4 تا دودکشی که داشته 3 تاش واقعی بوده، اینو میدونستی؟ اینا واقعا میگی؟ بله یکیش کار نمیکرده، فقط دکور بوده. این یه فکت جالب بهت بگم. 3 تاش واقعی بوده، یکیش کار نمیکرده. یکیش کار 4 تا دودکش میگه. برای دیزاینش جالب باشه. آره. بعد نکته جالب تر. این فکتو حال میکنی. بگو. هزینه ساخت فیلم تایتانیک چند برابر بیشتر از هزینه خود کشتی تایتانیک بوده که به فاک رفته. بله 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 بله. و
و میدونی که آقای جیمز کامرون رفته بوده دیده، بله رفته و جنازه تایتانیکو دیده، جز اولین کسایی بوده که اتفاق براش افتاده و رفته اون لاشه تایتانیکو خب دیده. خب چرا اون رفته دیده ایمپلوژن نشده مثلا نترکیده بعد اینا رفتن؟ چرا تو الان سوار هواپیما میشی سقوط نمیکنه ولی پرواز MH-264 مثلا سقوط میکنه؟ خب هوا من مشخصه دیگه، هوا باید اونجا دریا نه ربطی نداره، یه بار میشه یه بار نمیشه دیگه، انقدر چیز پیچیده نیست. چنل مدگل میدونستی که اون دو نفری که توی اون سیستم بودن رفتن تایتانیکو دیدن اصلا قرار نبوده باشن؟ کدوم دو نفر؟ یه پدر پسره بودن دیگه. آره. خب اونا اصلا بلیتش مال یکی دیگه بوده، اون دو تا نمیدونستن. اونا 250,000 دلار بلیتو خریده بودن، اینا دقیقه 90 بعد اصلا پسره نمیخواسته بره. پسره رو که میدونم نمیخواسته آره. بره. بعد اینا 100,000 دلار یا 150,000 دلار زیر قیمت میخرن بلیتو میرن و در واقع بلیت مرگ خودشون رو میگیرن میرن اونجا. آره ولی من تا ابد احترام میذارم به کسایی که برای کشف و دیدن و مشاهده من هم مثلا فوشی نمیدم ولی من نمیدونم میگم یعنی باحاله. حالا پسره 19 سالش بوده، ظاهرا کسی فورسش نکرده بوده، باباش که دیگه دستبند نزده بیا بریم زیر دریای بشینیم دیگه. آره بعد زیر دریای هم خیلی ترس توشو دیدی؟ بله بله من توش بودم دو سواله. آره منم. ولی خب به هر حال یه ترک از زیر دریایی میزنه. تو حاضر بودی 1000 دلار بدی جای اونا بری؟ 1000 دلار؟ آره. خب نه بمیرم. نه نمیدونستی میمیری که. الان فردا میگن دیوونه ای. خب آقا من یه سوال ازت دارم، مگه الان تایتانیک اون پایینه کلی طلا ملا و اینا اون پایین نیست؟ حالا تو نمیدونی کدوم اتاقه که میری، حالا مثلا تایتانیک اونجا میبینی. یعنی منظورم اینه به هر حال باهاش دفن شده، 100 سال گذشته. خب یعنی اگه به این راحتی میتونستن اینا برن اون پایین که میرفتن میلیاردها دلار طلا از اون زیر نیست میمادن. برای همین مردن. خب جیمز کامرون مگه نرفته بوده؟ خب اون خیلی دیوایس عجیب غریبی بردتش و اینکه اونم دیوایس 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 ولی نه خب اینم بابا خود تایتان هم چند با 6 بار رفته بوده اومده بوده، کلی 28 نفر رو برده آورده. اینو من خواهش میکنم ویدیوهای کازمیک کانکشنز رو نگاه کنید. کازمیکه ولی قوی بود یهو گره، خیلی باحال بود. آره 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 واقعا عجیب بود. ببینی. من میخوام که برسیم سراغ یک کاراکتر بسیار محبوب توی زندگی من اسلش ده کاراکتر بعدی هم میسپرم به خود جان لنون که براتون تعریف کنه. فعلا من با خودم کار دارم. بفهمید. میخوام یه سری داستان جالب. من عاشق اسلشم، تو میدونی من دو تا فیگورشو تو خونه دارم و خیلی اصلا من عاشق اسلشم. یکی از دلایلی که عاشق اسلشم به خاطر مایکل جکسونه. برای اینکه من عاشق مایکل جکسونم هستم و اسلش جزء کسایی بوده که با هم دیگه خیلی روند کاری مایکل جکسون تاثیرگذار بوده و خیلی موزیک ویدیوهایی که دیدید با در واقع ایشون بوده. من چند تا چیز جالب میخوام بهت بگم. اولین سوالو از تو دارم، تو وقتی که صحبت از اسلش میشه چه موزیکی میاد تو ذهنت؟ اگر حالا شنیده باشی، قطعا شنیدی ولی گانزن روزز دیگه. خب میدونم چه ترکی میاد تو ذهنت؟ چیزی میاد الان ذهنت؟ حضور ذهن ندارم. ببین نوامبر رینو که شنیدی دیگه. آره دیگه. این جزء تاپ موزیکای دنیاست. خب یه ذره میزنی؟ نه نه حالا بعدش بزن. آره بعد میدونی که سولوی نو قیافت عالی بود. میدونی که سولوی نوامبر رین جزء تو 100 تا سولوی گیتار دنیا ششمیه تو دنیا. نوامبر رین و سولوش که اسلش زده که خیلی معروفه اون پلان دم یه کلیسایی میره بیرون و شروع میکنه به این دیگه دیده دیگه. آره. که اون موقع درون وجود نداشته و با هلیکوپتر واقعی تصویر گرفتن. اینو خیلی سعجیبیه. این ششمین سولوی خفن دنیاست. این رکورد داره. خود اسلش جز تاپ 3 گیتاریستای دنیاست. توی چندی چیز برنده شده این داستانو. حالا میدونی چرا بهش میگفتن اسلش؟ خیلی عجیبه. اسلش از کجا میاد؟ اسمش اسلش نیست. چیه؟ سول هاتسن هست. خب حالا اصلا کاری نمیم اسمش هیچ اصلا نمیدونه. آره این بچه که بوده میرفته خونه دوستش، بابای دوستش بازیگر معروف بوده، این انقدر ورجه ورجه میکرده و آروم و قرار نداشته. این شبیه اسلش میمونی. آره بابای هیوش میگفته اسلش آروم باش. خب این بزرگتر که میشه به این اسم عادت میکنه و بعد توی اینترویو ازش میپرسن و اینو تعریف میکنه که من به خاطر اون قضیه بوده، نیکنیم هم اسلش بوده که انقدر آروم و قرار نداشتم بهم میگفته اسلش این آدمه. حالا یه فکت خیلی باحال در مورد اسلش. کلاه منو که میبینی دیگه اسلش معروفه به همین کلاهش و به موش و عینک و اینا دیگه. این سال 1985 وقتی من یک سالم بوده و تو هنوز در مورد فکر هم انجام نشده بوده چه اتفاقی میفته؟ 85 1985 5 سال قبلش هم ما از دنیا رفتیم.
ای شیطون. آره آره دیگه. درسته. من که اسلش باشم نوار مغزی رو بگیرن اوضاع خیلی آره. الان این کلاه رو قبل از اولین اجراش بوده و پول نداشته بخره، هنوز کسی کانترکتی باش نبسته بوده، میره و توی مغازه کلاه فروشی اینو بر میداره، پولشو نمیده میاد بیرون. در واقع یه جورایی دزدیده بوده دیگه، یه جورایی که دیگه قربونه. آره. یه کمربندم بعدن دزدیده بوده که کسی اومد دنبالش بزن میزنه دور کلاهش اینه. آره کمربنده مال بچه‌ست که. و این خیلی فکت جالبیه و در آینده وقتی ازش میپرسیدن میگفته که من فقط یادم رفته بوده پولشو بدم این کلاه رو، خواسته مثلا آره چیز نکنه. ولی خیلی جالبه که این کلاه معروف اسلش رو در واقع اسلش دزدیده بوده. و خیلی جالبه که از کجا فهمیده این اتفاق تو زندگیش میخواد بیفته، یعنی اینقدر چیز بشه. 14 سالش بوده، موزیکو هنوز خیلی علاقه آنچنانی نداشته، یه دوست دختری داشته، خیلی طول کشیده باش دیت بکنه. بالاخره خوبم زود شروع کرده بودم من 14 سالگی. 14 سالگی آره. که آره یهو با دختره بالاخره قرار میذاره، دختره میگه بیا خونه ما، میره و خلاصه وید میکشن و مشروب میخورن و اینا. دختره ایرو اسمیت براش میذاره، یکی از خفن‌ترین آره. بندای دنیاست ایرو اسمیت. این انقدر عاشق موزیک ایرو اسمیت و گیتار الکتریک میشه که خودش تعریف میکنه، میگه من با دوچرخم که برمیگشتم خونه میدونستم که از امروز زندگی من تغییر میکنه و این اتفاق افتاد و اسلش تبدیل شد به یکی از آیکونیک ترین آرتیست های دنیا توی داستان. خودش میگه، میگه من اون 14 سالگی اون خونه ایرو اسمیت گوش کردم، همیشه هم میگه که ایرو اسمیت لجند منه، مثلا من اونا رو گوش میکردم. تو اگه یه نفر رو بخوای کلن به عنوان یه سلبریتی جیمز هتفیلد نمیگم تمام متالیکا فکت داره یا بگم یه چیزی؟ برو بریم دیگه، میخوام سرتون رو در نیارم. 10 سال دیگه یه چیز باحال. چرا اینو یه چیز باحال این که پشمات میریزه. چی؟ عاشق لگوه. واقعا میگی؟ اسلش عاشق لگوه. پست آخرشو برای تو فرستادم تو اینستاگرام، بذار اینجا پست آخرشو میذارم. یه پسر هست که یه گیتار لگو درست لگوه کرده. من فکرم همینجور علکی نه شیر نه آره من فکرم علکیه. بعد که تحقیق کردم توی تمام اینترویو ها میگه من عشق لگو هم و برای با بچه ها میشنم لگو درست میکنم. پشمان خودشو سمی پروفشنال درایور، ریس درایور میدونه، راننده نیمه حرفه‌ای مسابقات میدونه. فیکس خودتی؟ اصلا منم. پس بذار یه ترک الان نزن، یه بذار دیگه ببینم. 10 سال دیگه الان کجایی؟ 10 سال دیگه الان کجا؟ همین الان. مثلا 10 سال گذشته از الان. آمریکا. آمریکا. احتمالاً لس آنجلس. یه سوال قبلش بپرسم، فکر میکنی اسلش رو ببینی تو زندگیت؟ 90% بله. 90% 90% بله. خب. تو آمریکا هم، تو لس آنجلس هم، خیلی زندگی که دوست داشتم از قدیم دارم اونجا، همینجوری که تا الان اتفاقی که میخواستم افتاده. و تو هم هستی؟ وای پشمون لس آنجلس رو هستم. آره تو اونجایی و عالی. احساس میکنم که گندگوزی نباشه، تفنگ تو آشپزخونم نباشه، احساس میکنم که یه شبکه خنچه میخندی باید رپر گندم بزنم. نزن تو باید رپر میشه. احساس میکنم که یه شبکه تلویزیونی خیلی خفن داریم. تپش مثلا. آفری آره. تپش دو مثلا. یار قزقل اسمش پاشا امیر قاسمی. ببین ولی... تپشو هستم ولی چرا تپش نه، یعنی بذاریم مثلا... تهش که دیگه یعنی تموم شده تهش. دیگه آره شبکه تهش تو لس آنجلس به نظرت اگه ما شبکه بزنیم خب معروف‌ترین برنامه‌مون چی میشه؟ کلا قرمز سر نه رد لاین تور باید بذاریم توش. آره ببین خب ما چنل بزنیم اینقدر آدم‌هایی که شبیه خودمون دوستشون داریم و فکر می‌کنیم خلاقانو میاریم توش که من و تو یه برنامه برای خودمون سوسکی میذاریم اون گوشه چه حالی میده، عشق می‌کنیم مثلا با برنامه محمد و مثلا حسن دارن میسازن عشق می‌کنیم، خیلی حال میده. نیست خوب آرزو نکردم؟ چرا به دور از سیاست کثافت بازی نمیرم آقا من تو اون داستانا، میخوام اینترتینمنت باشه، ملت عشق کنن حال کنن. تموم شد رفت، 10 سال دیگه اینجاییم، برو بریم. خیلی باحال بود. پس من ترک نه الان نزن. آقا اکس من بهت زنگ میزنه نزنه دیگه. میگه مست خوار مادرم و اینا، میخوام راجع به پاشا باهات صحبت کنم. نه نه خور الان دیگه بذار زنگ بزنه بعد زنگ بزن. زنگ میزنه میگه من مست خوار مادرم و اینا، میخوام راجع به پاشا باهات صحبت کنم. خب پاشا هم نمیدونه، ساعت هم 1:30 شبه، میگه بیام خونت راجع با پاشا، یعنی با پاشا نمیاد تنها، میخوام بیام راجع به پاشا باهات صحبت کنم. تو چی بهش میگی؟
مطمئن بودم میخوای یه همچین چیزی بپرسی. از کجا؟ نه وسط وسط داستانت فهمیدم تشکیه. میریدم تو خودم اگه اولش. نه قبل برنامه. خب چی؟ دریا رو صدا کنید از تو اتاق. نه نه شوخی میکنم. منظورم اینه که فهمیدم کجا میخوای بری. من انقدر تو اینجور چیزا بالا پایین شدم تو زندگیم، اولین کاری که میکنم به تو زنگ میزنم. آره اصلا برام حرف نزن، اصلا برام اهمیتی نداره. به خودشم میگم شرمندتم، من زنگ میزنم رفیقمه، زنگ میزنم اینجوری بهش میگم و هر چی نظر اون بود. اگر اون دوست داشت من با تو صحبت کنم، من در خدمت تو هستم. اگر دوست نداشت، ناراحت بود یا هر چیزی بود، من شرمندتم. دنبال بعد زنگ میزنی به من مثلا میگم نمیدونم کام بیز بود، اینم سرویس کرده ما رو فلان. امکان ندارم چنین چیزی بگی. آ میگم سفت میگم تو حتما یه سری مدارک رو میکنی تو اون لحظه، فکت میاری برای من که یعنی میدونی چی؟ مثلا فران داستان شده برای این به تو زنگ زده، میدونی میخواستم چنین کاری بکنه برای این به تو زنگ زده. اونجا من از حرف تو نتیجه گیری میکنم دیگه، که این مثلا چیزه. آره من یه چیزیو معتقد نیستم، اینو بهت بگم. من میگم آقا پس بذار من سوال از تو بپرسم. نگم بهت بپرسم. بپرس. من با یه دختری 4 سال پیش دوست بودم، خیلی دوست دختری، 1 سال دوست دخترم بوده. 4 سال گذشته رابطه هم. من تو این 4 سال هم تو دیدی من با چند نفر دیگه دوست آره. شدم. تو باش دوست میشی یا نه؟ چقدر دوست بودی؟ شاید مثلا 1 هفته دوست نه بودی. اصلا دوست دخترم بوده 4 سال پیش، ولی دوست بودم اون موقع. چند حالا توی پاشا دیگه، چون خیلی الان به من صمیمی هستی این سوال اشتباه ازت، ولی فرض کن یه دوستی هستی که ما می‌بینیم بالاخره خب. هم دیگه رو. نه میگم اونی که باهاش دوست بودی چند وقت باهاش دوست بودی؟ بالاخره 6 ماه باهاش دوست. نه باهاش دوست نمیشه. باهاش دوست نمیشی. 4 سال پیش بوده دیگه. آره. ولی اگه مثلا 1 هفته باهاش دوست بودی، یه ماه باهاش دوست بودی، ازت بخواد چی؟ نزن الان. حساسه. ناراحت دارم میشم، میخوام احساس. وان نایت استند اگه ازم بخواد، خب نه دیگه، همچه فرقی که دوستشم که بهتره که حداقل به یارو. نه خب اونو من نمیفهمم دیگه. آها نمیفهمی. حالا بگم میفهمی که. خب نمیگی که. آها نمیگم. نه نمیگی. نه نمیکنی. بعد 4 سال حتی. بعد 4 سال باش. خب نه دیگه، یه موقع تو میدونی مثلا چه میدونم، من 100 بار اومدم راجع به یکی باهات صحبت کردم، یه چیزی گفتم، تو میدونی آقا پاشا رو این آدمه حساسه. یکی هم مثلا اومدی پشتش گفتی بابا این که مثلا فلان به امان اینا، خب میگه اون دیگه رو اون ریلکس تره دیگه. برای همین من این موهه میره اینجا از اینجا. آره فهمیدم، جالب بود، مرسی. خب آقا تو راجع به اسلش صحبت کردی، من میخوام راجع به جان لنون صحبت بکنم. خیلی ها شاید این استایل و اینا رو دیدن، همه تو خیابون یا چه هم دوستام، یعنی میگفتم خواستم جان لنون، چم میگن جان لنون کیه فلان، حالا ایمجینو همه ازش شنیدن و اینا. من خودم اونقدر دنبال کننده جان لنون نیستم مثلا میگم، ولی برام وقتی قصهشو فهمیدم خیلی باحال بود که راجبش صحبت بشه و حالا حرف بزنیم و اینا، چون یه سری معادلش توی مارکت موزیک ایران هم الان هستش. حالا میگم اتفاقی که میفته، خب جان لنون معروف، یکی از معروفترین بندهای تاریخ موسیقی بودن دیگه، بیتلز. بله. خب بیتلز ها همه بهشون رفرنس میزنن که اینا اصلا یه جورای دنیا تو دستشون بود و یعنی اصلا پادشاهی داشتن میکردن. جان لنون هم لید سینگرشون بود دیگه، یعنی معروفترینشون بود. یه لرید بی برات نظرم. نه نه الان میزنم خودم خارج شد چیز میکنم. اون کردش گامش یه ذره بسده. بعد اتفاقی که میفته اینه که خب جان لنون خیلی حالت چیز بوده، پر روتور بوده، مثلا میرفته اینترویوهای عجیب میکرده، هیچی اصلا تخمش هم نبود. مثلا میرفته یه تو اینترویو میگفته ببین این معروفتر اینترویویه که داره و یه سری ها واقعا قاطی کردن دستش. رفته بود تو اینترویو گفته بودش که من ادعا میکنم که بیتلز از جیزز معروفتره. واه. خب و جالبه که همه منو دیدن تو گفتن جیزز شدی. آره. به خاطر همین گفتم این خیلی به اون لینک میشه. حالا یه آقایی به اسم مارک دیوید چپمن، این فن دو آتیشه جان لنون بوده، این میمرده برای جان لنون. خب یعنی از بچگیش اینو دنبال میکرده، اینترویوهاش و همه رو اینا رو، ولی فوق‌العاده خانواده مذهبی داشته. یعنی مدلی بوده که این اینترویوه رو که میشنوه تو این مایاس که مثلا یعنی چی همچین چیزی. بعد اینو موقعی میگه که تو بیتلز بوده، گروه بیتلز هم میپاشه، میپاشه جان لنون خودش برای خودش یه وزنه‌ای میشه، میره آلبوم چیزو میده، ایمجینو میده، موزیکای اون شکلیو میده. بعد خود ایمجین یه جاش میگه ایمجین there is no heaven، یعنی فرض کن هیچ بهشتی نیست. باز دوباره میزنه توی چیز دیگه، ریلیجن و مذهب و فلان و اینا، دوباره اینو میگه، دوباره اون اونجای مارکو فشار میده که آقا خفه شدی دیگه، حالا من دوستت دارم ولی داری دست جای بدی میذاری فلان و اینا. آقا این هی دیوونه میشه و اینا. جان لنون هم با یوکو اونو ازدواج میکنه دیگه، زنش بود و اینا، میرن نیویورک.
میرن نیویورک یه روزی، خیلی روز عادی و اینا، اینا از خونهشون میان بیرون تو نیویورک، مارک جانو میبینه. جانو میبینه، فاز فنتور میره جلو، بهش میگه که یه عکس با هم دیگه بگیریم فلان و اینا، عکس رو با هم میگیرن و امضا میگیره و فلان و اینا، میره. جان لنون و زنش هم بلند میشن میرن یه جای دیگه. بعد از یکی دو ساعت برمیگردن، بعد یکی دو ساعت برمیگردن، اون همچنان اونجا بوده با تفنگ منتظر جان لنون. خب یه کسی که فکر کن عاشقته، میمیره برات، منتظر بوده تا جان برسه. موقعی که اینا میرن برمیگردن، موقعی که جان بغلش رد میشه، حتی میشناستش که خب یادشه دیگه، 3 ساعت پیش با این عکس گرفته. بعد زیر لب میگه که هی جان لنون. بعد جان برمیگرده، 5 تا شلیک میکنه به جان لنون که یکیش خطا میره، 4 تاش میخوره پشتش و جان لنون میمیره. شاخاره. ببین تیشرت زیرم واسه داراست انکلتی ان اسکلته. اوکی با حال اونم میگم. این از خود استش گرفتی احتمالاً. به خدا دیگه نداره اینو. شلوارش هم توئه. فقط اینا رو نمیدونم. آتی واقعا تو پروردگار این کار. میگه به قرآن خیلی خفنه. یه نفس سیگار اینجا میخوام. سیگار میکشیده مگه جان لنون؟ جان لنون هم من. وای شبیه عیسی مسیح شدی عزیز تو. کرم مسیح. من اذیتت نمی کنم. مون عالیه. ممکنه بقیه رو اذیت کنه. بکشید کرم موهاش اذیتتون نکنه. خب یعنی میخوام بگی من خودم تو حالت حالتی خیلی تخمی هم وای نه این کار رو نکن. ما عینکم کو آماده عروسی گیتار منو بهم بده. بولیتتو بده تو. مستری قبل و مالکاری بده. خودشی. بولیتتو بده. ولی کامل فقط صلح. صلح و دوستی. دولی بفرگی با توتا شده. یا بچ. معدب باشید. اون بره هم یه قرمز دیگه بزن. حالا از یه جایی به این بک مثلا. من اینجا و یکم من این نور رو لازم دارم. پاشه ست کن منو زیر نور. بری بری من یو یه هم بهتون گیر بدم. یه هم چه باید چه باید استش هم استش گیر داره استش کی بوده چی چه ها خلوت ماشه دونه دونه دارم ماشه دارم. خیلی ریلکسه اینجوری بیای بیرون. شاید قیافه من واقعا این شکلی باشه. خب پس من یه ترک از محسن دوگانه. نه. چرا محسن یگانه داری محسن دوگانه نداری؟ اونم میاد اونم. اون کم مصرفتره. آره آره تو بست زندونم کار دولم شده ایگونه. یهو گیتار خفن بزنم پشماتون میریزه. آره جدی فکر یهو یهو هتل کالیفرنیا میذاره. آره جان اس فاینل
cool when in my air over life and zero hadi söyle dumanlar çekir beni. بچه آخرین کاله اگه نشین هواپیما میره. آخرین کاله اگه رئیس دارین بدین. خیلی خفن شد. مرسی. Thank you so much New York.